به نام خداوند بخشاینده و مهربان، شاگرده عزیز، به درسای کنکور مضمون ریاضی خوش آمدین. خوش هستم که در خدمت شما قرار دارم و خوش دارم که درس امروز آغاز بکنم. عنوان درس امروزی از شاگرده عزیز اعداد مختلط یا کمپلکس نمبرز. شما باید دارین شاگرده عزیز که ما در طبقه بندی اعداد، اعداد به دو دسته تقسیم کردیم، حقیقی و غیر حقیقی. بعدن باز اعداد حقیقی هم به شاخه‌های مختلف خود تقسیم شده بود و اعداد غیر حقیقی را به دو دسته تقسیم کردیم که یکی اعداد موهومی بود و دوم هم اعداد مختلط. پس در جلسه امروزی بحث ما روی اعداد مختلط یا کمپلکس نمبر می باشه. شاگرده عزیز، برای اولین بار مفهوم اعداد مختلط توسط یک ریاضیدان جرمنی به نام گاوس ارائه شد و تعریف اعداد مختلط قسمی است که مجموعه از اعداد حقیقی و موهومی را به نام اعداد مختلط یا کمپلکس نمبر یاد میکنه. و شاگرده عزیز، ست اعداد مختلط که است به این شکل است که سی مساوی میشود به زید، طوری که زید قسم تعریف شده، زید مساوی به x جمع y i. یعنی x و y عناصر از ست اعداد حقیقی هستند و آی عدد موهومی است که در جلسه قبلی ما شما ایره خواندیم آی چی است. و عنوان بعدی ما شما شاگردای عزیز تساوی اعداد مختلط است. در تساوی اعداد مختلط باید داشته باشین شاگردا که مثلا اگر یک عدد مختلط داشته باشین، زید یک مساوی به جمع بی آی و عدد دوم زید دو مساوی به سی جمع دی آی داشته باشیم، وقتی میگیم زید یک مساوی به زید دو است، پس A مساوی به C و B مساوی به D است. یا زمانی دو عدد مختلط با هم مساوی است که A با C مساوی باشه و B با D مساوی باشه. مثلا شما دقت کنین شاگردا، سوال است که C جمع 5 جمع Y I مساوی به 8 جمع دقوز 2X منفی Y I. میگه قیمت X منفی Y پیدا کنین در صورتی که این دو عدد مختلط با هم مساوی باشه. پس نظر به این تعریف تساوی دو عدد مختلط ما میتونیم نوشته کنیم که 3X جمع 5 مساوی باشه. پس نوشته میکنیم که 3X جمع 5 مساوی باشه. از اینجا شاگردا قیمت X مساوی به چند پیدا میشه؟ 8 منفی 5 3X مساوی به 1. و Y از اینجا مساوی از بعد 2x منفی y. پس مساوی قرار میدیم y مساوی به 2x منفی y. از اینجا ما قیمت x داریم، y مساوی به بیوز x. اگر یک قیمت باریم میشه 2 منفی y. منفی y طرف مساوات بیاریم مثبت y، y y 2 y مساوی به 2 اطراف تقسیم 2. پس نتیجه y مساوی به 1 پیدا میشه. این حال از ما قیمت x منفی y خواسته، پس میگیم x منفی y مساوی به 1 منفی 1 مساوی به 0. یعنی زمانی که این دو عدد مختلط با هم مساوی باشه، قیمت x منفی y خواسته بود مساوی به 0 پیدا میشه. و شاگردا، عنوان بعدی درس امروزی ما شما عملیات بالای اعداد مختلط است. در عملیات بالای اعداد مختلط، اولین عملیاتی را که میخوانیم جمع و تفریق است. پیش از اینکه جمع و تفریق بگویم شاگردا، باید داشته باشین که عنصر عینیت در اعداد مختلط یا کمپلکس نمبر صفر جمع صفر آی است. و شما باید دارین که در جمع اعداد طبیعی عنصر عینیت صفر بود، پس اینجا هم صفر است. اما به شکل استاندارد یا به شکل معیاری اعداد مختلط به این شکل نوشته میکنیم صفر جمع صفر آی. یعنی قسمت عدد حقیقی و موهومی هر دویش صفر هستند. و چه قسم ما شما عملی جمع تفریق اعداد مختلط انجام میدیم؟ مثلا اگر یک عدد مختلط زید یک داشته باشیم x یک و y یک آی و زید دو داشته باشیم مساوی به x دو جمع y دو آی، و زمانی که خواسته باشیم اینا را با هم جمع و تفریق بکنیم، پس نوشته میکنیم که زید یک مثبت منفی زید دو مساوی به x یک. خب این در قوس اولی و این در قوس دومی نوشته میکنیم، با هم جمع یا تفریق میکنیم. چه قسم؟ قسمت عدد حقیقی را با عدد حقیقی و موهومی را با موهومی جمع میکنیم. خب شاگردان، مثال دقت کنین. زید یک مساوی به 5 مثبت 6 آی و زید دو عدد مختلط دومی مساوی به 7 مثبت 8 آی است. اول حاصل جمعی از اینا را به دست میاریم و بعدا حاصل تفریق دو عدد مختلط. پس نشته میکنیم که زید یک جمع زید دو مساوی میشود به بیوز زید یک داریم 5 جمع 6 آی
و به عوض زید 2 داریم 7 مثبت 8 داریم. خب پس از اینجا میتونیم نوشته کنیم که زید 1 جمع زید 2 مساوی با قسمت عدد حقیر با عدد حقیر و موهومی رو با عدد موهومی جمع میکنیم. 5 و 7 میشه 12 و 6 و 8 میشه 14. یعنی حاصل جمعش مساوی با 12 مثبت 14 میشه. دو حاصل تفریقش رو خواسته باشیم بعد دست بیاریم نوشته میکنیم زید 1 منفی زید 2 مساوی میشه زید 1 قیمتش داریم 5 مثبت 6 آی و به عوض زید 2 قیمت داریم 7 مثبت 8 آی. پس این مساوی با قسمت عدد حقی منفی حقی و قسمت عدد موهومی منفی عدد موهومی 5 منفی 7 منفی 2 مثبت 6 آی و منفی 8 آی منفی 2 آی. حاصلش مساوی با منفی 2 منفی 2 آی. عنوان بعدی از شاگردای عزیز معکوس جمعی. ببینید شاگردان معکوس جمعی یک عدد مختلط چی میشه؟ مثلا اگر ما یک عدد مختلط داشته باشیم زید مساوی به ای جمع بی آی، به خاطر دریافت معکوس جمعی از ای یک منفی بر دو قسمت ضرب میکنیم، یعنی هم علامه قسمت عدد حقی را تغییر میدیم و هم قسمت موهومی را. از این در کنکور سوال آمده، مثلا یک عدد مختلط داده معکوس جمعی شه پرسان کرده، شما یک منفی را ضرب کنین پس ای جمع بی آی که منفی ضرب کنین منفی ای منفی بی آی میشه. مثلا یک عدد مختلط داریم جذر سی جمع آی، معکوس جمعی از این مساوی به چی میشه؟ یک منفی ضرب میکنیم، منفی ضرب در قوس جذر سی مثبت آی، پس نتیجه مساوی به منفی جذر سی و منفی آی. این معکوس جمعی است. و شاگردای عزیز عنوان بعدی است عملی ضرب. به خاطر از اینکه عملی ضرب فهمیده باشه مستقیم روی سوال رفتیم برتان کار میکنیم. شاگردا زید یک داده زید دو را داده، زید یک ضرب زید دو را خواسته یا حاصل ضرب از ایره، پس ایره پیدا میکنیم. پس نشته میکنیم شاگردا زید یک ضرب زید دو مساوی میشود و ما داریم به عوض زید یک قیمت منفی دو جمع سی آی و ضرب در به عوض زید دو قیمت داریم 4 منفی 2 آی. خب پس از اینجا مساوی میشه این عدد اول با قسمت عدد حقی و بعدن با قسمت عدد غیر حقی یا موهومی ضرب میکنیم. منفی ضرب مثبت منفی 2 ضرب 4 8، منفی ضرب منفی مثبت 2 ضرب 2 4 آی. با 3 ضرب میکنیم، یک دفعه با 4 و دفعه دومم با منفی 2 آی. پس این میشه مثبت 12 مثبت ضرب منفی منفی 3 2 6 آی ضرب آی آی مربع. منفی 8 خودش 4 آی نوشته میکنیم، 12 منفی 6 ضرب در قوس قیمت منفی آی مربع ما از درسای قبلی میفهمیم که منفی 1 میشه. پس این مساوی میشه منفی 8 و مثبت 12 منفی 8 و مثبت 12. این قسمت مثبت 12 است یا مثبت 3 ضرب؟ خب این میشه تکرار میکنم میره شاگردا، منفی ضرب مثبت منفی 2 4 8 که اشتباه نکرده باشیم، منفی ضرب منفی مثبت 2 2 4 آی و اینی شاگردای عزیز 12 آی میشه، اینم 12 آی میشه. خب منفی 8 و منفی ضرب منفی مثبت یعنی منفی 8 و مثبت 6 میشه منفی 2 و مثبت 4 آی و مثبت 12 آی مثبت 16 آی میشه. یعنی جواب یا حاصل ضرب دو عدد مختلط مساوی به منفی 2 مثبت 16 آی. و یک نکته دیگر هم شاگردای عزیز باید داشته باشین که عنصر عینیت در ضرب اعداد مختلط، در ضرب اعداد طبیعی قبلا که خوانده بودیم در بخش حساب یک بود، ولی اینجا یک مثبت 0 آی به شکل معیاری یک جمع 0 آی باید می داشته باشین. انشالله در جلسه بعدی عنوان درس خود از معکوس ضربی یک عدد مختلط شروع می کنیم. این بود درس امروزی ما شاگرد عزیز. تشکر از توجهتان. تا درس بعدی خدا نگهدارتان.